عالی جناب، سردار هانسویی رو برای صحبت دعوت میکنن. شما علی جناب خوبم، شما چطورید سردار؟ علی جناب، حالا که ترک مخاصمه رو قبول کردید، به سردار جوان دستور عقب نشینی از کرانه باختری میدین؟ ظرف 3 روز به جوهانگ میگم عقب بشینه. خوبه، سپاه ما همون موقع عقب نشینی میکنه. لطفاً به حرفتون عمل کنید، من مرخص میشم. هی قدری بمونید ونیوه، من و پدرتون همزمان وارد خدمت شدیم، مثل عموم برام محترم بود. در واقع به نوعی ارتباط داریم، بد نیست کمی از گذشته حرف بزنیم. چی دوست دارین بگین علی جناب؟ سردار، چرا اینقدر طولانی شد؟ باید وقتی برگشت ازش بپرسیم که راجع به چی حرف می زدن. به همون نگه چی؟ امروز صحبت خوبی داشتیم علی جناب. توافق ما برای صلح تحویل شما گردیده. توافق شما کی دست ما میرسه؟ کی برسه خوبه؟ فردا. فردا خوبه، میدم یکی بیاره اردوی شما. بسیار خوب، در این صورت من میرم. بدرود. روز خوش سردار. امروز چه صحبت خوبی در مقابل سپاه با ساو ساو داشتید امو جان. میگفت با پدرم دوست بوده، با از قدیما میگفت. امیدوارم همین بوده باشه. هی تموم شد عالی جناب؟ نگاه کنی مرکب و درشت خورد کردی، نرم نشده، غلیظه. آب اضافه کنم قربان؟ نه لازم نیست، مرکب غلیظم به درد میخوره. عالی جناب، این کار برای چیه؟ چرا سند رو خط خطی میکنی؟ شاید در استفاده از شمشیر و نیزه خوب باشی، ولی نمیدونی گاهی کشتن با قلم کم درد سرتر از کشتن با شمشیره. خوندن این سند غیر ممکن نیست؟ چرا؟ خوبه، یه نفر رو بفرست اینو ببره به اردوی جیلیان تحویل نگهبان ها بده. اطاعت. تیرها آماده. کی هستی؟ بگو از کجا آمدی وگرنه کشته میشی. پرتاب نکنید، از صدر اعظم نامه آوردم برای سردار هانسویی. ازش بگیرید. اطاعت. عمو جان، شنیدم ساو ساو توافق صلح فرستاده. او ماچو، اینه. چرا این قسمت ها سیاه شده عمو جان؟ سند اینطوری رسیده، نمیفهمم چرا. شاید
اشتباهی پیشنویس رو فرستاده. ساوساو به مرتب بودن معروفه، چنین اشتباهی نمی کنه. شاید در سند مطلبی هست که شما نمی خواهید من ببینم، برای همین خط زدین اشاره؟ ناچه منظورت از این حرف چیه؟ پدرم دوست صمیمی شما بود، هنوز انتقامش گرفته نشده و شما بهش خیانت میکنید؟ ماچاو زن تو بی اساسه، من و پدرت مثل برادر بودی، من چرا باید چنین کار کثیفی بکنم؟ اون مال گذشته بود، حالا که نمیتونیم ساوساو رو شکست بدیم میخواین بهش نزدیک بشین؟ آره ماچاو تو باشه، اگه باور نمی کنی فردا ساوساو رو میخوام که صحبت کنی. تو از پشت حمله می کنی و در جا می کشیش. خیلی خوب، این کار رو بکنید منم باور می کنم. خداحافظ. جناب میخوام برای صحبت بیان. سردارهان، عالی جناب با فرستاده امپراتور از جوچنگ صحبت میکنن، نمیتونن بیرون بیان. از من خواستم به شما بگم که نامه دریافت شد. عالی جناب نیت شما رو درک می کنند. سردار فرمودن حتما مطابق نقشه عمل خواهند کرد. شما هم بدقولی نکنید. صبر کنید، من از حرفا شما سردر نمیارم. حسایی ای ریاکار خائن. ماچو تو چی داری میگی؟ شما با ساوساو دست به یکی کردی. ماچو برادر زادی عزیز، گول حقه ساوساو رو نخور، به تو خیانت نمی کنم. منو گول نزن، بهتر آماده باشی. دست نگه دارید، خواهش میکنم. آسایی جرات میکنی به افرادت بگی محاصرم کنن؟ خیلی خوب، اگه همه هم حمله کنی هیچ ترسی ندارم. بیای. جرات میکنی به افرادت بگو محاصرم کنن؟ خیلی خوب، اگه همه هم حمله کنی هیچ ترسی ندارم. بیای. چیزی نمیتونیم بگیم تا متقاعدش کنین که طرف اون هستین. به نظر من واقعا بهتره که تسلیم ساوساو بشی. ما تنگ برادر قسم خورده بودیم، چطور خیانت کنم؟ در این شرایط چاره ای نداریم. سردارهان لازم نیست بترسی، کمکتون میکنم، پرتاب کنید. شنیدی خائن؟ ساوساو کمکت میکنه. حرفی داری بزنی؟ از جان خودت بگذر. ماچو حالت خوبه؟ ماچو تو خوبی؟ حالت خوبه؟ برکشیده شد. سوار شو ماچو، دشمن داره میاد. نمایش شاهیه. سردار، سردار رو بلند کنید، باید ببریمش. بگیریدش، نذارید ماچو فرار کنه. گردنشو بزنید و 1000 سکه طلا و آذوقه پاداش بگیرید.
زنده بگیریدش فرمانده میشید، برید دنبالش.